قلبای کاغلی دارم دوتا دنیا بگردش نرسه ای هموتا. احسن 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 احسن، آریانا سعید داره راجع به خود کشورش میخونه. Hey, what's up? My name is PXPoyPoy. خیلی خوش آمدید به چنل یوتیوب لالا پاچاتون. اینجا مدیای اتحاد تمامی فارسی زبان دنیا. سر کجا که مرز کشیدن بیاید و پل بزنیم، حرف تهران سمرقند و کابل و دوشنبه بزنیم. تو این ویدیو میخوایم بپردازیم به ترانه‌ای که آریان سعید عزیز دوست داشتنی در یکی از ویژه برنامه‌های سال نوروز، جشن نوروز خونده. حالا میخوایم با هم دیگه بریم گوشش بدیم که ببینیم چطور خونده آریان سعید عزیز، که دیگه همیشه میتره کنه توی ترانه‌اش. و اخیرا هم که یه ویدیو دیگه ازش منتشر کردم که راجع به زنان گفته بود که دیگه، یعنی من بیشتر علاقه داشتم، بیشتر علاقه‌مند شدم به آریان سعید عزیز. قبل اینکه این موزیک رو بشنوید لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام من بالا میاد، اونجا منو فالو کنید. بریم ببینیم که آریان جان سعید عزیز چه کار کرده. Are you ready? چه ترنه، چه سازهای بسیار زیبا و جذابی، یعنی دقیقا از اونجور سازهایی که با صدای کم شروع شد یهو همجور داره اوج میگیره و با بعد از خوندن آریان سعید عزیز دیگه مطمئنن اوجش 200 چند برابر میشود. و چه لباس خوش رنگی هم پوشیده، لباس قرمز پوشیده و اصولا یلدا و جشنا و این چیزا رو من دیدم همه اصولا لباس قرمز میپوشن، چون فکر کنم این لباس جشنیه. بریم ادامه. احسن 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 احسن، آریان سعید داره راجع به خود کشورش میخونه و خوبه خوبه خوبه. تو این ایام مثلا هر خواننده‌ای که میدونه که بیشترین بیننده پای تلویزیون هست میتونه میاد مثلا یک ترانه میخونه که حالا صدای خودش بیشتر به رخ مردم بکشه نشون بده، ولی اومد از کشورش خوند که میخواد بگه که من همچنان مردم هم دوست دارم، همیشه حمایتشون هم میکنم. بریم ادامه. یک کلبه کاگلی دارم در وطن، گوشش را به دنیا ندهم. یه چیزی گفت که، یعنی یه چیزی گفت که، یعنی اصلا حتی اون کلبه کاگلی توی کشور خودم رو من با یه کاخ توی انگلیس و فرانسه و آلمان و آمریکا عوض نمی کنم، چون که بسیار غیرت دارم روی کشورم، بسیار دوست دارم کشورم. بریم. کوچه و پس کوچه ها رو پر از دختران ببینم. خوبه که اینجا حالا پیغام از خانما گفت، یعنی چی؟ یعنی به اون روز امید آزادی که این محدودیت هایی که واسه خانما ایجاد شده توی کشور اینم برداشته شه و دختران مثل پسرا به صورت آزادانه و همچنین با امنیت زیاد بتونن بیان توی شهر به چرخن. بریم نام. بچه آریان سعید خیلی تو کارش وارده، من اصولا خواننده هایی رو که اجرا کردن توی این ویژه برنامه های مال نوروز اصولا دیدم همشون میان لبخونی میکنن، یعنی فقط آره دیگه لبخونی میکنن، نه گروه موسیقی هست نه کسی هست نه چیزی، میان لبخونی میکنن. ولی آریان سعید اینقدر اعتماد به نفسه، اینقدر قدرت صداش خوبه، صداش بدون دستکاری و این چیزا عالیه که میاد به صورت زنده اجرا میکنه، گروه موسیقی هم که میبینید پشت سرش هست. بریم.
اما به تو هموطن پیام تازه دارم. امیدوارم که پیام صلح و آرامش و دوستی و آزادی و این چیزها داشته باشی. امیدوارم که همچین پیامی باشه و استفاده کنه از این موقعیت. به 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 چه دکوراسیون قشنگی. نمیدونم این کجایه، نوشته اینترنشنال افغانستان. اصولا شبکه های اینترنشنال توی انگلیس و فرانسه و اینجور جا هستن. حالا نمیدونم این اجرا کجا بوده، اینو حتما واسه من بگید. بریم میاد، اگه بخوای یا نخوای میاد، همه چی درست میشه، چه ما بخوایم چه ما نخوایم، همه چی درست میشه، همه چی بر وقف مراد میشه. الهی آمین که اون روز آزادی بیاد که نوروزهای بعدی رو ما فارسی زبان همه بتونیم کنار هم دیگه جشن بگیریم. حالا چقدر خوب میشه مثلا توی ویژه برنامه‌ای باشه، هنرمندان خواننده های خوبه افغانستان، تاجیکستان و ایران کنار هم دیگه جشن جمع بشن و جشن بگیرن. مثلا شما حساب کن گوگوش، لیلا فروهر، مدینه اقنظروا، فرهناز و شرفوا، آریانا سعید، لیلا دوست، اینا همه مثلا دور هم دیگه جمع بشن و با هم دیگه جشن و سرور بگیرن. ببینید دنیا به گردش نرسد ای هموطن. بله دقیقا هم همینجوری گفت. و یه چیزی هم که خیلی جالب بود، میکروفون آریانا سعید بود که یه حالت الماس شکلی داشت و روش هم آریانا نوشته بود. حالا نمیدونم واقعا جنس الماس بود یا یه چیزی مثل الماس براق بود، نگینی بود. این هم حالا باز به متن بگی. برید چقدر تیپ و استایلش واقعا قشنگه. اون موهاش اینجوری باز کرده و با این لباس قرمز، این خط چشم قرمز رنگی هم که کشیده، واقعا یک تیپ مناسب واسه جشن و نوروزه. یعنی توی انتخاب لباسش هم دقت میکنه و اصولا این خواننده‌های خوب که خیلی طرفدار دارن، دیزاینر دارن، بهشون مثلا میگن اینجا اینجور لباس پوش، واقعا دقت میکنن. بریم دوام. احسنت به آریانا سعید که این پیغام رو واقعا رسوند. یک یعنی پیغامی رسوند که حرف دل خیلی هست. این محدودیت هایی که توی کشورهای فارسی زبان حالا به جدیدن ایجاد شده به خاطر این محدودیت هایی که واسه دخترانه و توی شعرش هم این پیغامش رو رسوند، آزادی دختران رو. ببینید اون چه شد خدای من. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز ما. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشه. اگر این ویدیو خوشتون اومد لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگولی بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام من بالا میاد اونجا منو فالو کنید. اطلاعاتی دارید نسبت به اینترنت حتما واسه من کامنت کنید، بار اطلاعاتی من افزایش. ممنون از اینکه زیباتون، بسیار دوستتون دارم. کچیو لیتر.